خب دوستم ام دمنوي ديتا امپورت کردن دیتا رو گفتیم فرام اکسس فرام ویب فرام تکس یعنی گپار کار میکنین فرام اگزیستینگ کانکشن از اینجا شما این بخشا رو کار میکنین و در صورتی که یک بار دیگه من میره برتون یک صفحه سفید گرفتم گفتیم اگه فرام تکس دیتا رو چیکنین از ران رفتن نوت پد نوشته کنین نوت پد ایت یک جدول جور کنین مثلا نمبر نیم لاست نیم last name job salary یعنی چیزایی که ما اینجا نوشته میکنیم نظر به فاصله اینا رو در کالم های متفاوت میاره در صورتی که شما فاصله بین از رو درست نمانین باز در کالم های متفاوت رو نشان نمیده از گزینه سی و نام new list میمونیم در دسکتاپ این فایل ما رو سیو میکنیم سیو کردیم اینا new list ها میریم from text یعنی از text یک لیست ناو انزرت شوه صفحه دسکتاپ سعی میکنیم فایلی که پیشتر ذخیره کرده بودیم به نام نیو لیست بود نیو لیست پیدا میکنیم اینا نیو لیست پیدا کرده اوپن میگیم نیو لیست امپورت میگیم این سکنین بی ترتیب نیکس اینا نیکست و فینش دیتای ما در این صفحه انزرت میشن هر کدامش در کالم جداگانه در صورتی که شما خواسته باشین هر چیزی داخل از این کالم ها خانه پوری کنین میتونین معمولا سعی کنین دوستان میتونین دیتا های خیلی بیشتر از این هم امپورت کنین فقط به شرطی که فاصله گذاری بین کلمات شما رعایت کرده باشین اگر فاصله بین کلمات درست باشه هر کلمه را در کالم جداگانه نشان میده ولی اگر فاصله بین کلمات درست نباشه هر کلمه را در کالم جداگانه نشان نمیده بلکه هم میگیش در یک کالم میارم خب نوشتایی که در اینجا است من اینا رو حذف میکنم کلن دوباره ادمی جدول هستیم from existing connection کلیک میکنم ما از قبل یک دیتابیس جور کردیم میریم دوباره براوز فور مور کلیک میکنیم دیتابیس که اخیرا جور کردیم در صفحه دسکتاپ هستن به نام چی بوده فکر کنم نیو لیست بود صفحه اکسل بود نه یعنی نیو لیست اوپن میگم اوکی امو دیتابیس ما در اینجا انزرت میشه و مو حالتی که هست در قسمت انزرت میشه در صورتی که شما رفته در نیو لیست کدام دیتای نو در قسمت انزرت کنین اینمی خب نوتیفای کلیک میکنیم به ما اجازه ایدیت کرده نمیده مثلا شما رسی نامش چی باشه امیر باشه تخلصشم امیری باشه کنترول اس کلیک میکنیم ای دیتا فعلا چون به دو ورکبوک همزمان کلیک شده باز میگه باید توی رو با یک نام جدید ثبت بکنی در کل میتونی شما دیتا رو به اینمی حالت سیف بکنین دیگه در فایلی که ای را از او فایل شما اینجا کنکشن گرفتین از منوی دیتا آمده سر گزینه رفرش کلیک میکنین اما دیتا رو رفرش میکنین چیزی دیتای نو که باشه در ای ساحه برتان انزرت میکنه خب بعد از این میاییم از منوی دیتا سورت کار میکنیم اینا لی ما در این ساحه ببینم یکان جایی که جدول چیزا باشه با سورت کار میکنیم مثلا کدام صفحه باشه این اینجا نامای مختلف اینجا نوشته هستنی ما یک کالم انتخاب میکنم از گزینه سورت سورت A تو Z یا Z تو A اونمو رو سورت میکنیم تنظیم شوه یعنی سورت بای چی؟ بای نیم نظر به نام جدولتان values A to Z از A to Z سورت شد اوکی میگین از A to Z اینا سورت میشه خب در صورت که Z تو A بگوین اما چیزی که قبلا در سورت کار کردیم فیلتر هم اما حالتی است که قبلا ما و شما در فیلتر کار کردیم میشه شما این فیلتر را روی گزینه فیلتر کلیک بکنین و نظر به امو کالمی که انتخاب کردین شما یک نام یا اینمی جزئیات پوره فیلتر کنین اگر پوره جدولتون انتخاب بکنین اینه پوره جدول انتخاب میکنین در اینجا روی گزینه فیلتر کلیک کنین فیلتر فعال میشه شما میتونین از اینجا مثلا بگین کسی که معاشایشان 200 دلاری است تنها همونا رو نشان بده دیگر رو نه اوکی کلیک میکنین تنها 200 دلار بودگی رو نشان میده متبقین یا از قسمت جندر بگوی تنها میل نشان میده فعلا اینجا تنها یک جندر داریم اگر فیمیل هم میبود بازورم بر ما نشان میداد دیگه از قسمت نیمم به این ترتیب بعضی تغییرات دیگه ایجاد کرده میتونیم خب تا این قسمت کدام سوال نیست دوستان؟